توی این استگرام من یک سوالی پرسیدم که اگر احیانا در کار با نرم افزار ایلاستریتور دستتون خود به ابزار پرسپکتیو و اینطوری اومد روی کارتون و مزاحمه کارتون شد آیا میتونید اون رو به راحتی حذف بکنید یا نه جالب اینجاست که حدود 80 درصد کارورا گفتن که ما نمیتونیم این ابزار رو به راحتی از روی کار حذف بکنیم توی این ویدیو من میخوام سه روش خیلی آسون برای اینکه از شرح این ابزار لعنتی خلاص بشیم رو بهتون بگم سلام وقتتون بخیر باشه مطمئنم که این ابزار مزاحم کار شما هم شده و حذفش براتون درد سرساز شده مثلا کنین من برای وارد کردن یک آبجکت و یا یک عکس در نرم افزار ایلاستریتور از کلید ترکیبی کنترل شیفت پی استفاده میکنم خیلی جالبه که این ابزار پرسپکتیو گرید تول هم شیفت پی هستش بعضی موقع کنترل نمیگیره من وقتی شیفت پی رو میذارم این ابزار اینطوری ظاهر میشه حالا هر کاری میکنم حذفش برام خیلی سخته سه تا روش میخوام بهتون بگم روش اول اینه که ناکن این یه زبدری کنارش داره خب اگر این زبدر رو بزنیم این به راحتی پاک میشه حالا بعضی موقع ها هستش که این زبدر برای من کار نمیکنه بارها برای من پیش اومده خب من یه بار دیگه این رو بیارم روی صفحه بذارم این واقعا این زبدره برای من کار نمیکنه نمیدونم چرا اگر این زبدر کار نکرد میتونید کلید اسکیپ رو در کیبوردتون بزنید و این ابزار براتون پاک میشه بریم راه سوم رو یاد بگیریم اگر من این دوباره این ابزار رو بیارم اینجا میتونم برم توی ویو بعدش برم توی این گزینه پرسپکتیو گرید و اینجا هاید گرید رو بزنم یا شیفت کنترل آی و میتونم به راحتی از شهر این ابزار خلاص بشم امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه و خوشحالم میکنی که من رو در اینستاگرام بیت گرفت دیزاین دنبال بکنی